بله، عباس دریس یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 هستش که به تازگی حکم اعدام گرفته بله. و برادر ایشون هم حکم حبس ابد گرفته. میشه لطفاً در این مورد توضیحاتی بفرمایید؟ بله ببینید، این الان بعد از اینکه خاطرتون میاد که جمهوری اسلامی حکم سه تا حکم اعدام برید برای سه تن از معترضان آبان که اعتراض شد، اعتراض وسیع گسترده ای شد و عملا اون احکام جمهوری اسلامی شکست خورد و اون احکام عملا لغو شد و الان نوبت رسیده به یک کسی دیگه، اونم این فردی که میخوان اعدام بکنن اسمش عباس دریس، همونطور که گفتی متولد سال 1352، یعنی تقریبا 48 سالش میشه، دو سه تا بچه داره یا فرزند داره، دو تا یا سه تا، من دقیق نمیدونم، برای گفتن یکیش 12 سال یکی 14 ساله. تو اعتراضات آبان 98 اینها در ماهشهر در دهستان یکی از دهستانهای ماشر شرکت داشتن اونجا و دستگیر میشن و برادرش هم که یک محسن دریس نام داره ایشون هم دستگیر میشه. ایشون متولد سال 1371 و 29 سال داره، اونم متأهل و فرزند داره. بعد وقتی اینا رو که دستگیر میکنن بهشون، خب یه اتهاماتی که جمهوری اسلامی تو لیست داره و به همه میزنه، به همه معترض، نمیدونم نظم عمومی رو شما به هم زدید و ملحدید و نمیدونم از این بحثا، مخالف حکومتی تو، و بعد به این برادر نسبت داده که یکی از ماموران یگان ویژه رو به اسم محسن، به اسم رضا صیادی رو ایشون کشته که یه اتهام کذبیه، چون که شاهدانی که در محل بودن در اون روز معینی که جمهوری اسلامی میگه، بالاخره این فرد یگان ویژه نه از روبرو بلکه از پشت از جناح نیروهای رژیم مورد حمله قرار گرفته، نه از جلو، و اینا هیچ دخالتی نداشتن، منتها طبق معمول ایشون رو شکنجه میدن و تحت شکنجه میارن تو نمایشات اعترافات اجباری، اونجا به گردن میگیره، حرفای علیه خودش بزنه زیر شکنجه که علیه اون اعمال میکنه. و الان هم که این خبر رو میگن هنوز یه ابلاغی رسمی ندادن، یعنی مأمورین و زندانبانهای جمهوری اسلامی به خانوادهش میگن که ایشون حکمش اعدامه، یه چیز رسمی اعلام نکردن، چون که میدونی تو مورد قبل اینطوری بود که حکم رسمی بود، دیوان عالی کشور هم تایید کرده بود و سخنگوی قوه قضاییه اومد توی کنفرانس مطبوعاتی گفت، الان یه مقدار غیر رسمی تر اعلام میکنن که به محک بذارن واکنش جامعه رو ببینن چی هستش، یک کمی اینطوری دارن شامورتبازی در میارن. و بعد خب این خانواده همسر آقای عباس دریس در اثر همین فشارهای این که حکم اعدام برای شوهرش بریدن، همسرش بریدن و اینها، دچار حمله سکته مغزی میشه و متاسفانه حدود 4 ماه پیش فوت میکنن ایشون، که این هم یه فاجعه دیگه است که به این خانواده وارد شده. و الان هم افزون بر این که جمهوری اسلامی این حکم رسما اعلام نکرده، شفاهیه در واقع، در این حال گفته که این مسئله قصاصه، متوجه، چون ایشون یک مأمور یگان ویژه رو کشته، قصاصه، یعنی اینو میخواد مسئولیت از گردن خودش ورداره بگه که به اون خانواده مربوطه، اونها خواهان قصاص هستن و اگر شما میخواین آزاد بشید یا این حکم اجرا نشه باز برید دل اون خانواده مأمور یگان ویژه رو به دست بیارید. این هم یه شگرد تازهیه که به خاطر اینکه میدونه مردم مورد آماج حمله خودشون قرار میدن. این کل داستان این کیس هستش که من براتون بازگو کردم.
بله، همون جور که خودتون هم قبلا اشاره کردین، جمهوری اسلامی قبلا حکم 3 تن از معترضین آبان ماه رو، حکم اعدامشون رو صادر کرد و با اعتراضات بسیار وسیعی مواجه شد و نهایتا مجبور شد که این حکم رو ملغا کنه و در واقع شکست خورد. به نظر شما چه شده که دوباره جمهوری اسلامی به این فکر افتاده که حکم اعدام برای معترضین آبان ماه صادر کنه؟ ببینید، اولا من فکر میکنم که اون همطور که شما هم گفتید جمهوری اسلامی واقعا شکست خورد. یک اعتراض خیلی جانانه مردم و جامعه از خودش نشون داد و اون به اصطلاح سونامی توییتری اتفاق افتاد که خیلی توش مشارکت داشتن و با هشتگ اعدام نکنید اومدن و اعتراض خودشون علیه 3 تا به اصطلاح معترضین آبان، اعدام حکم احکام اعدام 3 تا از معترضین آبان اعلام داشتن. به نظر میرسه که بعد از روی اومدن خود رئیسی بالاخره اینا میخوان قدرت خودشون رو به نمایش بذارن و ماهشهر هم میدونید که یکی از اعتراضات خیلی خونین بود در نیزارهای ماهشهر، اینا وسیعاً کشتن و مردم به گله بستن و جنایت فجیعی رو به بار آوردن در اونجا و حالا از خودشون آدمای خودشون کشته شده یا هرچی، بالاخره میخوان اینطوری انتقام بگیرن و در این حال نشون بدن که بالاخره حتی اون شکست رو یه طوری میخوان یه طوری جبران بکنن به یک معنا، و برای همین اومدن ولی محتاط اومدن حقیقتش، از طریق اینکه حکمی که دادن هنوز رسمی نیست، حتی وکلای اینا امکانه دیدار درست حساب با اینا رو ندارن یا وکلا در جریان نیستن. زندانبانا اینو به طور شفاهی به خانواده گفتن و بعدش هم بردن در مقوله قصاص. یعنی اگر فرض کنید یک مأمور حکومتی کشته بشه، دیگه طبق خود قوانین جمهوری اسلامی مسئله دیگه به قصاص بر نمیگرده، ولی بردن تو قصاص که مثلا بگن خودشون رو از خشم مردم دور کنن، بگن خب اون خانواده است که اینو میخواد و ما داریم خواست اون خانواده رو اجرا میکنیم در واقع. و این در صورت اینا دنبال این هستن که به مردم نیروشون نشون بدن، قدر قدرتی خودشون نشون بدن، ولی در این حال همونطور که گفتم از داخل معلومه که خیلی نگرانن، بیمناکن که این به ضد خودش تبدیل بشه و اعتراضات زیادی رو موجب بشه و برای همین اون شگرت ها رو به کار بردن. مسئله اینه که ما نباید اجازه بدیم که اتفاقی بیفته و از همین حالا هم راستش وقتی این خبر علنی شد فعالیت های شروع شد که بعدا من بهش اشاره میکنم. بله، و الان میخواستم اگه میشه بفرمایید چه اقداماتی در دستور کار خودتون دارید و برای این اعدام چه کار میشه کرد؟ بله، ببینید، به مجرد که این خبر رسانه ای شد مردم واکنش نشون دادن در شبکه های اجتماعی و یک طوفان توییتری در دفاع از عباس دریس به راه انداختن و که تحت عنوان نجاتش بدید سیو عباس، با هشتگ سیو عباس بود یا هشتگ عباس دریس، که خب این توجه رو به خودش جلب کرد راستش. و کارهایی که میشه کرد اینه که به نظر من در درجه اول اینه با خانواده خود عباس، میدونم خانواده و نزدیکان عباس دریس با رسانه‌های جمعی حتما تماسایی داشتن که این اخبار به این شکل وسیع و به طور وسیع منتشر شده، ولی به هر حال باید خودشون هم اونها همکاری بکنن، پا پیش بگذارن. جمهوری اسلامی معمولا میگه که نباید کاری بکنید تو ساکت باشید و اینا، و از طرق وکلا اطلاعات ما بیشتری پیدا بکنیم در مورد این کیس و حکم کتبی که هست نیست در مورد این مسئله و کار کمپینی بکنیم. یعنی یک بر اساس این داده هایی که به دست میاریم یک کار کمپینی بکنیم در برای نجات عباس دریس و تظاهرات برگزار کردن، در شبکه اجتماعی فعال بودن، فراخوان به تجمع دادن، از مردم شهرهای جنوب بخصوص در ماهشهر خواستن، چون ایشون الان در زندان
محشر نگهداری میشه. حتی در مقابل زندان محشر میشه تجمع برقرار کرد، برپا کرد و اونجا اعتراضاتی رو سازمان داد و به این ترتیب وارد کارزاری بشین در دفاع از اون. به مجامع بین المللی نامه نوشتن، از دولت ها بخوایم که نسبت به این اعدام قریب الوقوع عباس دری واکنش نشون داده. یه مجموعه کار هست که ما سعی میکنیم با کشف اطلاعات بیشتر و دقیقتر در مورد این پرونده وارد کار بشیم، مثلا به نوبه خودمون و در همکاری با دیگر دوستان بتونیم یه کمپین را بندازیم در دفاع از عباس دریس. بله حسن صالحی، آیا پیام ویژه‌ای به خانواده عباس دریس دارید؟ بله ببینید، من پیامم اینه به خانواده عباس دریس که در تماس باشن با رسانه‌های جمعی. حالا حتی اگر خب در بهترین حالتش اینه که اعضایی از این خانواده بیان ویدیو پر کنن، مصاحبه بکنن، درخواستشون رو بگن. فرض کنید خب ایشون مثلا گفته میشه بچه 12 ساله و 14 ساله داره. ما تو کیس ها و کمپین های جهانی مثلا زبان و پیام هایی که از جانب بستگان و عزیزان و فرزندان کسایی که زیر حکم اعدام قرار داشتن وقتی منتشر میشد خیلی تأثیر برانگیز بود و توجه خیلی ها رو حقیقتا جلب میکرد. و مثلا تو کیس سکینه محمدی آشتری، فرزند ایشون که آدم بزرگ ساله بود یک پیام کوتاهی داد، این مثل بمب صدا کرد و خیلی توجه ها رو برانگیخت. و نهایتا بالاخره ما با یک کار و کارزار جهانی که داشتیم آغاز شدیم سکینه محمدی آشتانی رو از سنگسار نجات بدیم. الان هم همینطور بستگان و نزدیکان حسین عباس دریس باید بیان جلوی صحنه و پیام بدن، حرف بزنن. عکسای از این باز عکسای بیشتری از عباس دریس در سطح مدیای اجتماعی رسانه‌ها دست به دست بشه و مطرح بشه. و اگر حتی هر گونه ملاحظه‌ای هم این خانواده ها دارن بالاخره به شکل دیگه اقدام بکنن، اگر خودشون نمیتونن علنی وارد میدون بشن و از زبان خودشون حرف بزنن، خواهش ما اینه که با کمیته بین المللی علیه اعدام تماس بگیرن. شماره تلفن های تماس با ما رو شما در لابلای برنامه ها اعلام میکنید و در ابتدای برنامه، پایان برنامه اعلام میکنه. اینها با ما در تماس باشن که ما بتونیم اطلاعاتی رو بگیریم، به زبان اونها تبدیل بشیم و به هر حال ماتریال لازم رو برای یک کمپین بزرگ جهانی در دفاع از عباس دریس ما داشته باشیم و سوت آغاز همچی کمپین رو بزنیم. اگرچه میگم فعالیت های زیاده تا همین الانش با توجه بعد از اینکه این کیس علنی شد شروع شده که خیلی خوب بوده و اینها باید با شدت و حدت بیشتری ادامه پیدا کنند. بنابراین درخواست ساده ما اینه که خانواده و بستگان عباس دریس حداقل تماس داشته باشن با رسانه‌های جمعی، با نهادها و سازمان‌های مخالف اعدام و من جمله کمیته بین‌المللی علیه اعدام اطلاع رسانی بکنن در مورد وضعیتش. آخرین اخبار مربوط به عباس دریس باید بیاد و بازداد داده بشه، منعکس بشه وضعیت بچه‌هاش، وضعیت خانواده‌اش. اینهاست که توجه جلب میکنه و میتونه ماتریال خوبی برای یک کمپین بزرگ جهانی باشه. با تشکر از شما حسن صالحی که دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو با ما همراهی کردین. سپاسگزارم. خواهش میکنم. و با تشکر از شما بینندگان محترم برنامه نه به اعدام که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. راه های ارتباطی با ما رو روی صفحه گیرنده هاتون مشاهده میفرمایید. منتظر تماس ها و گزارش های شما هستیم. تا برنامه دیگر، روز و روزگارتون خوش.